با درود برنامه پیش رو ادامه میدم. در بخش پایانی صحبت برنامه پیش اشاره کردم برای خروج از بنبست فکری تاریخی یا خروج از موانع سنت فکری، مشکلی رو ما مبتلاش هستیم که به اون اشاره کردم در دو سه دقیقه آخر صحبتم و برنامه تموم شد. از همون مقطع، یعنی این بنیانگیری های مجدد و نوعی ساخت و ساز جدید در ابقای این سنت فکری و عناصر بسته اون در این چهار دهه اقداماتی رو در عرصه فرهنگ عمومی جامعه ایران انجام دادیم و کمابیش اکثریت قریب به اتفاق نخبگان فکری ایران یا در درون این تله ناخواسته گرفتار شدن یا آگاهانه اون رو تقویتش کردن. این که مسئله این بود که در چهار دهه گذشته فرهنگ عمومی به ویژه در نهادهای رسمی، فرهنگ عمومی ایرانی عمدتاً در نهادهای رسمی فرهنگی ما مثل آموزش‌ها به طور عموم از سطح مدرسه ابتدایی تا دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، تألیف ترجمه کتاب، خواه به اصطلاح ابداع فکر که نگوییم اصلا نبوده، اندیشه پویایی که بتوانه به تحول جامعه ایران کمک کنه، در عرصه تألیف اثر یا نوشتن یا کار تحقیقاتی اتفاق نیفتاده، انجام نشده. نیز در کنار این آشفتگی بی نهایت و بی نظیر در عرصه ترجمه، پس فرهنگ عمومی به ویژه در نهادهای رسمی مثل آموزش ها از مدرسه، از ابتدایی تا دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، تألیف و ترجمه کتاب، پرداختن به کارهای فکری در عالم مغرب زمینی یا عصر نوین، کارهایی که مثلا متفکران به طور عام که در حوزه جامعه شناسی، سیاست و بعضا فلسفه نیز بیشتر پرداختن به حوزه جامعه شناسی و سیاست، که هر دوی این حوزه ها، این دوزه رو، اون چه که اثر به وجود آمده از گذشته آشفته تر کرده، پیچیدگی هاشو بیشتر کرده و به ابقاء عوامل بازدارنده تحول فکری کمک کرده. بنابراین تعریف و ترجمه، پرداختن به کارهای فکری فرهنگ اروپایی خود به جای اینکه به تحول فکری در جامعه ایران بیانجامه، مانع تحول شده. حتی مثلا اینکه کسانی اومدن ببینن فلان فیلسوف معاصر فرانسوی مثلا ژاک دریدا نظریاتش چیه، بدون اینکه اصلا
خود گوینده نقل کننده آراء مثلا دریدا، به عنوان مثال میگم دریدا، یا فیلسوفی دیگر یا جامعه شناسی دیگر، اون هم شکسته بسته نامربوط، اینها رو منتقل کردن بدون اینکه جایگاه تاریخی اون رو بشناسن، اصلا ضرورت این انتقال رو بدونن. چرا باید ما در فرهنگ امروز خودمون با لنگی‌های بیشمار، با بستری پوسیده فرهنگی که داریم، به اندیشه مثلا میشل فوکو یا ژاک دریدا یا حتی متفکری به نام مارکس بپردازیم؟ خب اینا اصلا بهش پرداخته نشده، فقط توتیوار لقلقه زبانها بوده و فقط آرای اینها رو، اون هم باز برای چندمین بار میگم، شکسته بسته نادرست منتقل کردن. بخشی این گونه و باز مناظرات سیاسی در طول این 40 سال در بستر فرهنگی ایرانی، مناظرات سیاسی که انجام شده جملگی خلط موضوع بوده، ببخشید نامربوط بوده، ارتباطی به مسائل ریشه‌ای جامعه ایران نداشته. مناظرات سیاسی، اشتغال در عرصه روزنامه نگاری، حوزه هنرها، من فهرستوار میگم عبور میکنم، بعضی نکته هاش رو، بعضی جنبه هاش رو یا عرصه ها رو مثل همون تألیف و ترجمه اشاراتی بیشتری کردم، ولی چون وقت نیست من اشاره میکنم، عبور میکنم، به هر حال شنونده متوجه میشه بیشتر از من، به ویژه کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن و هر روز با مطبوعات و نشریات فرهنگی آشنایی دارم، بهتر اینا رو میدونم. بنابراین اشتغال در عرصه روزنامه نویسی، حوزه هنرها به ویژه هنرهای تجسمی مثل سینما و تئاتر، و در یک کلمه فرهنگ، رانده شده به سوی ترویج دین و اعتقادات اسلامی شیعی. یعنی هدف تمام این حوزه‌های فرهنگ در این 40 سال تقویت باورهای دینی بوده، آن هم نازلترین باورهای دینی، اعتقادات اسلامی شیعی، آن هم به نازلترین روش تبلیغ دین. این همه، یعنی مجموعه این فعالیت‌های فرهنگی، فکر و ذهن عموم جامعه رو در قالب‌های مشخص باورهای موهوم و غیر واقعی اسلامی شیعی شبان روز بمباران کرده و ذهن و قوای ادراکی انسان ایرانی رو از اندیشیدن آزاد مانع شده، باز داشته. یعنی این مجموعه فعالیت‌های فرهنگی به جای تحول فرهنگ چند کار عمده رو کرده، چنان که اشاره کردم به رسوار دوباره تکرار میکنم. اول آشفته سازی عرصه فکری بوده، سرگردانی انسانهایی که از ابتدایی ترین آموزه ها بی بهره بودند و هستند،
دانشجویی که وارد دانشگاه میشه، معلم دانشگاهی که میاد به او آموزش میده، گویی مثل یک صفحه سفید پاکیست که چیزی بر اون نوشته نشده، گرچه بر اون صفحه ذهنی اون جوان در همون سن جوانی عناصر ثابت موهومی به نام باورها ثبت شده، ولی به هر حال این جوان فعال، هنوز مایل بیشتر به دانه خودش بیاندیشه، ولی مجموعه این آموزه‌ها و مجموعه روش‌های این آموزش‌ها ذهن پوینده انسان فعال ایرانی رو بسته تر کرده. بنابراین از اندیشیدن عمدتاً مجموعه این فعالیت‌ها انسان ایرانی رو خودداری کردن. اکثریت قاطع حتی درس خوانده ها و دانشگاه دیده های ایران، ببینید، یک ثمر بسیار شکننده و ویرانگر داشته این متد ها. اکثریت قاطع، نگوییم کامل، طبعا همگان نیستن، و همین دلیل همین تحلیل هایی رو که من ارائه میدم یه اقلیت بسیار ناچیزی مایل به شنیدن و مایل به اندیشیدن و میاندیشه و تا جایی که توانایی داره خسته نمیشه از اندیشیدن. اما اکثریت قاطع حتی درس خوانده ها و دانشگاه دیده های ایران از تأمل و تفکر دوری می کنند. یعنی اندیشیدن نوعا انسان ایرانی رو خسته می کنه. چرا خسته می کنه؟ چون عادت به اندیشیدن نداره. تمام اون چرا که در طول این 40 سال به ویژه، 40 و چند سال در ذهن ایرانیان ریختند، احکامی ثابت و یک سویه بوده، گویی یک جاده یک طرفی است که یک اتومبیلی توش حرکت میکنه و سرنشینان خودش رو با خود در همون جاده، بدون اینکه جایی رو اصلا سرنشینان ببینن، به حرکت میبره و میره جلو. یعنی انسان ایرانی این گونه در بمباران این ناآموزه ها و تخریب های فکری گرفتاره. اگر جامعه ایران امروز به صورت جدی در مقابل این همه سقوط، این همه مظالم، بیدادگری ها، نابودی ها حرکت جدی نشون نمیده، ذهن فعالی نداره. مشکل اینجاست، چون با این بمباران های فکری ذهنیت ایرانی خاموشه. بنابراین وقتی که ما به پیرامون خودمون بهتر نگاه کنیم، حتی درس خوانده های ما از تأمل و تفکر و اندیشیدن به این که چرا به چنین وضعیتی مبتلاییم، تقریبا نگویم 100% و تحقیقا تقریبا تم میزنن. زیرا آموزه ها و خوراک فکری و هر روزی مدل های قالبی، مدل های قالبی و شکل گرفته است که ذهن انسان ها رو از فعالیت آزاد دور میکنه، باز میداره و در یک سخن
غالب ایرانیان در حال حاضر از تفکر یا درنگ گریزانند، متاسفانه خسته می شوند. من بارها و بارها با کسانی مواجه شدم که شاید حد اکثر در مقابل نکاتی که از من پرسیدن یا توضیح دادم بیش از 10 دقیقه، نیم ساعت نشده، 1 ربع 20 دقیقه بیشتر نپرداختن و بعد احساس کردم که از تفکر بیشتر خسته میشن و صحبت رو چنان گردش دادن که به امور ساده روزمره و گذرا میپردازن. بنابراین آنچه که عرصه عمومی فرهنگ در این 4 دهه انجام داده، حقنه کردن یا تزریق یک مدل یگانه زیستن بوده، یک مدل یگانه در جهان بودن بوده و هنوز هست که آن مدل اسلامی شیعیست که در کارگاه برده پروری قرنهای گذشته روحانیت شیعی و عالم شیعی یا اسلامی شیعی تهیه شده. در این میان جریانی به نام اصلاح طلبی سیاسی، ببینید 2 جریان عمده این سقوط تاریخی رو ابقا بخشیده، این خاموشی تاریخی رو ابقا بخشیده در این 4 دهه. 1، جریانی به نام اصلاح طلبی در شیوه های حکومت اسلامی بوده. اصلاح طلبی نوعا مدعی تغییر و تحول و به قول خودشون تعامل بیشتر با دیگران و دیگراندیشان برای اجرای نرمتر همین ضابطه های ثابت اسلامی. این اصلاح طلبی، این در عرصه به اصطلاح سیاسی بوده، یعنی سیاست هم که وجود ندارستن، چیزی که از حکومتگریه، بهتر گفته بشه اصلاح طلبی در حکومت. 2، جریان فرهنگی و عامی بوده که وسیع‌تر، اون پدیده‌ای به عنوان قلابی، کاملا به عنوان تجدید نظر طلبی در دین، که یک الگو برداری های ناقص، اخته و نادرست از تحولات دینی عالم مثلا مسیحیت که اتفاق افتاده، الگو برداری های ناقصی کردن بدون این که اصلا بدونن در ساختار اسلامی قابل اعمال اجراست یا ممکنه، این فرمول بندی هایی رو بهش رسیدن، اون چرا که وجود داشته بیشتر تخریبش هم کردن، و تخریب نه به این که از میان بردن، بلکه نحو اجرای اون آموزه های ثابت و یکسوی دینی رو به نحوی دیگر تقویت کردن. بنابراین 2 جریان عمده در این 40 سال فرهنگ ایرانی را از صورت بسته خودش به مدل و نوع دیگری، شیوه دیگری یا شیوه های دیگری بسته تر کرده. یعنی تجدید نظر طلبی دینی و اصلاح طلبی و هر آنچه که ذیل این 2 عنوان در میاد
پیش از آن که و بیش از آن که اندکی به تحول جامعه ایران کمک بکنه یا به خروج از بن‌بست ها جامعه رو بیشتر بسته کرده، یعنی فرهنگ رو بیشتر به زنجیر کشیده، به طوری که جامعه ایران در از نظر فرهنگی در چنان آشفتگی است که انتخاب راه مناسب براش بسیار دشواره. یکی از جهات خستگی ذهنی ایرانیان همین آشفته سازی های این دو جریان عمده ایست که در درون این نظام اسلامی به وجود میاد. حالا اینجا من یه نکته ای رو در دقایق بازمانده وقتم اشاره می کنم. طبعا نکات دیگری هست که بعدن در برنامه بعد اونها رو باز می کنم، بیشتر بهش می پردازم تا با بن‌بست ها بهتر با آشنا بشیم. یعنی ما مادامی که این بن‌بست ها رو خوب نشناسیم نمی توانیم راه خروج از این بن‌بست ها رو نیز روشن و کارساز به نتیجه برسونیم. ببینید جامعه ایران پیش از انقلاب 57 دوچار این مشکل بود و این مشکل با انقلاب ایران صورت عینی و عمومی بیشتر پیدا کرد و با حکومت اسلامی تمام عرصه‌های زندگی انسان ایرانی رو در غلبه خودش گرفت و اون ایده توهمه، به این معنا که اسلام‌گرایان جملگی به طور کامل در تمام طیف‌های اون، چه اونهایی که پیش از انقلاب شروع کردن، یعنی از دهه‌های قبل از انقلاب که در برنامه‌های پیش حداقل در همین برنامه‌های ایران مدرنیته به پاره‌های تاریخی اون اشارات مفصل کردم و تحلیل‌هایی هم روش دادم و شما باهاش آشنا هستید. یک بار شنیدن اینو من چند بار بهتون گفتم کفایت نمی‌کنه. این برنامه‌ها رو اگر شما به تدریج از مقاطعی که یک بحث رو من باز کردم دوباره گوش کنید، ذهنتون بهتر روشنتر با مسائلی که مبتلا بهش هستیم ما بهتر آشنا میشه. باری این ایده توهم در میان اسلام گرایان، یعنی تمام کسانی که از اسلام یک ایده مترقی عدالت جوی عدالت طلبی که جامعه ایران رو به آرامش و راحتی و دیگر جوامع رو نیز میتونه برسونه داشتن، این ایده یه ایده توهم‌آمیز بوده، اصلا خود توهم بوده نه توهم‌آمیز، کلمه نادرست بود. ایده توهم یه امر خیالی، ما در وهم و خیالمون چنین میاندیشیدیم، اونهایی که بر این ایده بودن چنین میاندیشیدن که اسلام نجات بخش بشریته، دست کم برای ما صلح و دوستی و رفاه و پیشرفت رو در بر داره. جملگی اسلام گرایان پیش و بعد از انقلاب بنابر یک توهم خیالی و موهوم به نام جامعه دین بنیاد، عدالت موهوم اسلامی جامعه ایران رو به اینجایی که امروز هستیم رسوند. یعنی میخوام بگم ایده
اصلاح طلبی و تجدید نظر طلبی ریشه در این توهم داره. چون وقتم به پایان میرسه و رسید، ادامه اون رو به بعد میگذارم. همین مفهوم ایده توهم در ذهنتون باشه تا برنامه بعد. فعلا همین و تا بعد و مرسی.